بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و روز بخیر خدمت بچه های عزیز و گرامی. امروز در خدمتتون هستیم با فصل 7 کتاب 12ممون. بچه های در واقع بچه های من است تقریبا همه هستن و من دیگه با عزتون شروع میکنم. بچه ها میخوایم بریم سراغ چی؟ میخوایم بریم سراغ فصل 7 کتاب 12ام. فصل 7 کتاب 12ممتون اسمش فناوری های نوین زیستیه. من فایل در واقع جزوه رو و در فایلی که الان میخوام از روش در واقع توضیح بدم رو هم توی کانال آموزشیتون براتون گذاشت، تو کانال گذاشتیم، هم توی در واقع دستای نیکوکاریانی که بهتون بدم. حالا بگذاریم بیایم اینجا. بچه فصل 7 کتاب 12ام شما احتمالا روز کنکور یک یا دو تا تست داری، یعنی ما با یه فصل یک یا دو تست سر و کله میزنیم. وقتی با یه فصل یک یا دو تست میخوایم صحبت کنیم، این دو تا یک یا دو تا تست خب فصل خیلی تاپیک های متعدد و متنوعی داره، ولی چهار تا از تاپیکاش از بقیه مهمتره که حالا بهتون میگم. یکیش مهندسی ژنتیک، تولید واکسن، ژن درمانی و بعد تولید انسولین. این چهار تاش از همش مهمتره، بقیه‌اش خیلی حفظی طور میشه و اینها. من سعی میکنم هر یه تیکه یا هر موضوعی که رفتم جلو یه گپ بدم و ازتون سوال بپرسم. اگه در واقع سوالی داشت من در خدمتتون هستم. میریم جلوتر. خب بچا لطفا اینجا رو خوب نگاه کنید. فصلتون یه سری تعاریف مسخره داره که خیلی نمیخوام خیلی وقتتون رو سر تعاریف بذاریم، به خاطر اینکه اساسا از خود تعاریف مسخرهش سوال مستقیم بهتون نمیدن. بیشتر در واقع راجع به چیه، راجع به اون جزئیات مراحل و نکته هایی که تو هر مرحله نهفته هستش رو بررسی میکنیم. اینجا رو خوب نگاه کنیم. اول یه سری تعریف داریم، میخوام تعریف ها رو با هم بریم جلو ببینیم چی میگه این تعریف. خب همینجا رو خوب نگاه کنیم. اول با یه واژه‌ای می‌خوایم شروع کنیم به نام زیست فناوری. این واژه چی میگه؟ میگه به هر گونه فعالیت هوشمندانه آدمی در تولید و بهبود محصولات گوناگون با استفاده از موجود زنده بهش میگه زیست فناوری. زیست فناوری یه سری روش داره که یکیش مهندسی ژنتیکه، یکیش مهندسی پروتئینه و یکیش هم مهندسی بافته. ما هر کدوم تعریفش رو خدمتتون میگم. مهندسی ژنتیک یعنی اینکه ما بیایم یک ژن مطلوب رو از پیکر یک جاندار برداریم بزنیم داخل یک جاندار دیگه بریم میگیم مهندسی ژنتیک. مهندسی پروتئین یعنی که ما بیایم توالی آمینو اسیدها رو در ساختار پروتئین ها تغییر بدیم و باعث بهبود کیفیت پروتئین ها بشیم، که اینم چند تا تاپیک جدا داره. و بعدش هم مهندسی بافته که خب جلوتر راجع بهش صحبت خواهم کرد. اما مثل یه چیز ساده در واقع تعریف کردنی دیگه هم داره فصلتون. برگشته میگه که آقا ما زیست فناوری رو در اساس زمانی که در واقع دانشمندان یا محققان ازش استفاده کردن برای بهبود موجودات زنده، بر اساس زمان سه دسته کردن. گفتم آقا ما یه ایام یه سری زیست فناوری های سنتی داشتیم، یه ایام زیست فناوری های کلاسیک داشتیم و یه ایام هم زیست فناوری های نوین. هر کدومش یه سری مثال هایی راجبش آورد. مثلا زیست فناوری در واقع سنتی همون تولید سرکه و فرآورده‌های لبنی که قبلا انجام می‌شد جز زیرشاخه‌ها یا مثال‌های زیست فناوری سنتی، همونطور که می‌دونید اصلا ارزشی نداره اینو واسه کنکور. زیست فناوری کلاسیک همون اولین بار تولید اولین آنتی‌بیوتیک‌ها که با استفاده از یک قارچ انجام شده. و زیست فناوری نوین در واقع همین تغییرات ژنتیکی هستش که ما می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم و از باکتری‌ها عملاً درش استفاده شد. بگذاریم، خیلی چیز خاصی نداره. اما درسمون تقریبا از اینجا شروع میشه. اولین تاپیک مهمی که میخواییم با هم صحبت کنیم موضوعی به نام مهندسی ژنتیک. مراحل مهندسی ژنتیک بسیار بر ما مهمه. به چه شکلی؟ خوب نگاه کنیم. طبق تعریف مهندسی ژنتیک چیه؟ یه مثال خیلی ساده میزنم. اگر من یک جاندار رو که یک ویژگی مطلوب داره، یک ژن یعنی ژن اون ویژگی مطلوب رو از پیکر این جاندار جدا سازی کنم، بردارم، بیارم، بذارم در داخل پیکر یک جاندار دیگه، حالا این میتونه همگونه باشه یا یک گونه دیگه، به این جابجایی طبق تعریف میگن مهندسی ژنتیک. پس در واقع باید یاد بگیرم که در مهندسی ژنتیک اون چیزی که بین دو تا جاندار داره جابجا میشه یک قطعه ای از دی ان ای. بیا اینجا ببین چی میگم. جزوه جلوته، لطفا صفحه 2 جزوه رو ببین چی میگه. تعریف مهندسی ژنتیک: انتقال
قطعه از دنا. بچه حواستون باشه، حتما حتما اون ساختاری که در جابجا اینجا نقش داره قطعه از چیه بچه ها؟ دی ان ای هستش. انتقال قطعه از دنا یک یاخته توسط ناقل به یاخته دیگر رو میگن چی بچه ها؟ مهندسی ژنتیک. پس در واقع باید دقت کنم که من در مهندسی ژنتیک میخوام یک قطعه از دی ان ای با ویژگی مطلوب رو بردارم جابجا کنم. به چه هدفی؟ به این هدف که یا اون ژنه رو یا محصول اون ژنه رو به میزان زیاد داشته باشه. پس یاد بگیرم مهندسی ژنتیک به انتقال یک ژن دی ان ای از یه جاندار به جاندار دیگه میگن. واسه یه چی این کار انجام میدم؟ واسه این که از اون ژنه یا محصول اون ژنه به میزان زیادی بتونم چیکار کنم؟ تولید کنم. حالا اینجا رو خوب نگاه کنید، به یاخته ای که قطعه دی ان ای رو دریافت میکنه بهش میگن یاخته دستورزی ژنتیکی شده که میتونه یک صفت جدید رو داشته باشه. معمولا جاندارانی که این کار رو ازشون انجام میدادن اولین بار از باکتری ها استفاده شد، بعدا گیاهان و جانوران هم به کار رفت. خب اما یه اصطلاح داریم، اصطلاح مهم، اصطلاحی به نام جاندار تراژنی. تراژنی این چی؟ هرگاه قطعه از دی ان ای رو برداریم در داخل پیکر یک جاندار دیگه قرار بدیم، به این جانداری که اون قطعه از دی ان ای رو دریافت کرده بچه ها میگن جاندار تراژن. لطفا اینجا رو ببین، به یه جانداری که از طریق مهندسی ژنتیک دارای ترکیب جدیدی از مواد ژنتیکی شده است، اساساً جاندار تغییر یافته ژنتیکی یا جاندار چی میگن بچه ها؟ تراژنی گفته میشه. حالا اینجا رو خوب ببینیم، یکی از مثال هایی که راجع به تراژن ها زده میشه، میشه گیاهان تراژن استفاده کرد. گیاهان تراژن یعنی چی؟ مثلا ما گیاهان، مثلا امروز ما میتونیم گیاهان گندمی تولید کنیم که قادر به تولید مقادیر بیشتری ویتامین د تو خودشون بشن. اساسا گندم ها ویتامین د تولید نمیتونن کنن، ولی ما با همین مهندسی ژنتیک تونستیم یه همچین حرکتی انجام بدیم. یعنی اومدن چیکار کردن؟ اومدن یک ژن مطلوب که توانایی ساخت یک آنزیمی رو داره که آنزیم میتونه ویتامین د رو داشته باشه، برداشتن از یک گیاه دیگه، بعد منتقلش کردن به داخل گیاه و گیاه گندم جدید تونسته اون رو تولید کنه. به این گندم جدید میگن اساسا تراژن، به خاطر اینکه تونسته چیکار کنه بچه ها؟ یک قطعه دی ان ای جدید رو در ساختار خودش داشته باشه. به اینجا رو ببین چی میگه. میگه روش تولید یک گیاه تراژن، مراحلش رو ببین آسونه. یک، تعیین صفت یا صفات مطلوبی که میخوایم انتقال بدیم. یعنی اول باید یک صفت یا یک ویژگی مطلوب رو پیدا کنیم، این ویژگی مطلوب رو برداریم. دو، اون ویژگی ها اون ژن رو استخراج کنیم، یعنی استخراج ژن یا ژن های مورد نظر. سه، آماده سازی و انتقال ژن به سمت گیاهی که میخوایم انتقال بدیم، گیاه تراژن به دست بیاد. بعد بیایم ببینیم این گیاه تراژن ما ایمنی زیستی داره، برای انسان و محیط زیست بی خطر هست، اگه بی خطر بود به میزان زیادی تکثیرش کنیم. این مرحله شیشگانه رو که کتاب درسی شما نوشته ما سعی کردیم تو جزء خیلی مرتب به ترتیب 1 2 3 4 5 6 پشت سر هم قرار بدیم، هرچند که خیلی احتمالاً به نظر میاد ارزش کنکوری نداشته باشه. اما یکی از جاهایی که ارزش کنکوری خیلی زیادی داره اینجاست. یعنی ما میخواییم دیگه از اینجای کار به بعد بیایم راجع به یک موضوع مهم با هم صحبت کنیم، مهندسی ژنتیک. مهندسی ژنتیک اولین بار از کجا اساساً به وجود اومد؟ یا مثلا چه کاربردی قاعدتاً خواهد داشت؟ یه دفعه اینجا رو ببینید بچه ها. ما یه تعداد زیادی بیماری تو انسان داریم که این بیماری هایی که ما تو انسان داریم مشکلشون نبود یا عدم تولید یک پروتئین خاصه. عدم تولید یک پروتئین خاص چیه؟ مثال میزنم برشون، منو ببین. مثلا در افرادی که مبتلا به بیماری دیابت شیرین نوع 1 هستن، مشکل پیکر این افراد اینه که قادر به تولید هورمون انسولین نیستن. یعنی دیابت شیرین نوع 1 مشکلش اینه که به خاطر یک بیماری خود ایمنی جزایر لانگرهانس پانکراس از بین رفته. به دنبال از بین رفتن جزایر لانگرهانس پانکراس این افراد قادر به تولید انسولین نیستن و باید به صورت خارجی این مشکل کمبود انسولینشون رو جبران کنن. ما هزاران که نگم، یه تعداد زیادی بیماری داریم تو انسان که مشکلاتشون همینه، یعنی یک پروتئین خاص تو بدنشون تولید نمیشه و بعد این پروتئینه کمبودش باعث بروز بیماری شده.
دانشمندان گفتن خب آقا چطوری ما این بیماری رو رفع کنیم؟ اولش می اومدن از بقیه مثلا فرآورده‌های خونی جدا میکردن. مثلا اولین بارهایی که دیابت شیرین نوع 1 رو درمان میکردن، می اومدن چیکار میکردن؟ می اومدن از فرآورده‌های خونی یا خونهای اهدایی در واقع هورمون انسولین رو جدا میکردن. خب قاعدتا هم میتونی حدس بزنی چه فاجعه‌ای به بار اومد دیگه. یه سری از بیماری‌های مثل مثلا HIV، هپاتیت ها و غیره، یعنی بیماری‌های به این شکل میتونست منتقل بشه. گفتم میگم یه کار دیگه میکنیم، میگیم انسولین رو از بقیه گونه ها میگیریم، مثلا انسولین که خاص انسان نیست، ما تو گاو و گوسفند و اینا هم انسولین داریم دیگه. رفتن از جزایر لانگرهانس، پانکراس یا لوزالمعده یه تعداد زیادی از گونه های دیگه جانوری این رو جدا سازی کردن. اینم باز به یه مشکل خورد. اینا اومدن یه پاسخ‌های ایمونولوژیکی، یعنی دستگاه ایمنی این انسولین رو به عنوان بیگانه میشناسه. به هر حال فرم مولکولی انسولین انسان با گاو خیلی فرق میکنه، این به عنوان بیگانه شناخته میشه و پاسخ بهش داده میشه. گفتن خب هیچکدوم از اینا درست نیست، ما باید یه کاری کنیم که بتونیم صرفا انسولین خود انسان رو تولید کنیم، و وقتی صرفا خود انسولین انسان رو تولید کردیم اینو تزریق کنیم، و خب مطمئنن نه پاسخ ایمونولوژیک داره، یعنی دستگاه ایمنی بهش پاسخ خواهد داد، نه از اون بهتر اینه که در واقع هیچ انتقال بیماری در واقع از فرآورده خونی هم دست دیده نمیشه. گفتن خب پس باید یه چیزی تعریف کنیم به نام مهندسی ژنتیک، که هدف از مهندسی ژنتیک این باشه که ژن مثلا سازنده انسولین رو از بین انبوه ژن‌های انسانی جدا کنیم، این ژن رو برش بدیم بیاریم بیرون، بعد این ژن رو برداریم با یک ناقلی منتقلش کنیم به داخل پیکر یک باکتری، و بعد اون باکتری شروع کنه برای ما از روی اون ژن نسخه های زیاد و محصولات زیادی تولید کنه. این میشه روال کار. یکی از جاهایی که بچه ها گفتم تو این فصل 4 تا تاپیک مهم دارم، یعنی 4 تا موضوع مهم دارم که شانس تست شدن رو دارن. از این فصل هم 2 تا تست احتمالاً یک یا دو تا تست میدن، پس به احتمال 50% هر کم از این تاپیک ها سواله. تازه اونی که از همه تستی تره همین مهندسی ژنتیکه. خب میخواییم با هم بریم سراغ مهندسی ژنتیک. همه اینجا دیبا من، همه اینجا حتی همه هم نیستیم دیگه، فقط بچه خودم. اینجا رو بچه‌ها خوب نگاه کنید. میخوام برم سراغ چی؟ میخوام برم مهندسی ژنتیک. مهندسی ژنتیک یعنی چی؟ یعنی که یه قطعه ژن رو باید جدا کنم. پس نیاز به یک سری ابزار دارم. یعنی خود فرایند مهندسی ژنتیک یه سری ابزار نیست. خب پس وقتی میگم مراحل مهندسی ژنتیک، اول باید راجع به چی صحبت کنم؟ راجع به ابزارهام صحبت کنم. خب بچه یه لحظه اجازه بدید من بگم یه فایل صفحه سفید هم بندازن تو بک‌گراند که بعد اون جواب بدم. اگه تا اینجا که سوال داره سوالش رو تایپ کنه تا بیام جواب بدم. آیا آزاد برای یه فایل سفید به من میدی؟ الان دست دارم. خب من اومدم. خب چه یاسین؟ استاد یک ها رو رفع اشکال بذارید. چیا یک ها رو؟ نفهمیدم چی میگی یاسین. لایو رفع اشکال بزنم با شما، شمارمو که دارین زنگ بزنم بهت بگم چرا دارم سختش میکنین. کی میگه جواب نمیدم؟ الان ایام بیکاری همه رو جواب میدم. خب نعیمت که خب بذار توضیحاتمو شروع کنم. بچه‌ها اینجا رو خوب نگاه کنید. ما برای مهندسی ژنتیک 2 تا ابزار مهم داریم می‌خوایم. ابزار مهم اولمون اینه که ما باید بتونیم دی ان ای رو از محل‌های مشخص جدا کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه من بخوام یک ویژگی مطلوب رو از پیکر یک جاندار ژنش رو انتخاب کنم بیارم بیرون، اول باید این ژن رو از بین انبوه ژن‌های اون فرد برش بدم و بعد این ژن رو خارج کنم. پس اول از همه نیاز به یک آنزیمی دارم که توانایی برش دادن دی ان ای رو داشته باشه.
پس اولین ابزاری که برای مهندسی ژنتیکی لازمه اصطلاحاً یک آنزیمیه به نام آنزیم برش دهنده. علاوه بر آنزیم برش دهنده یه ابزار دیگه هم لازم دارم. اونم اینه که این ژن مطلوب رو، این دی ان ای مطلوب رو که جدا کردم، وقتی میخوام انتقالش بدم به داخل پیکر یک جاندار دیگه، یک مولکول ناقلی وجود داشته باشه که این انتقال رو برای من انجام بده. حله. حالا ببینید. بچه اینجا رو دیگه خوب دقت کنید. من سعی میکنم دیگه از این به عنوان تخته استفاده کنم، توضیحات هم بنویسم. اولین تیتری که باید حواسم بهش باشه ابزارهای مهندسی ژنتیک. یعنی ما برای مهندسی ژنتیک یه سری ابزار نیاز داریم. دو تا ابزار بود. ابزار اول یک آنزیم برش دهنده است. ابزار دوم یک دینای ناقل که من اول قبل از اینکه بخوام برم سراغ چهار مرحله اصلی مهندسی ژنتیک، اون چهار مرحله رو با هم باز کنیم و ببینیم، اول یکم باید راجع به این دوتا ابزار صحبت کنم. ابزار اولم گفتم چیه؟ آنزیم برش دهنده است. منظور از آنزیم برش دهنده آنزیمی که مولکول دی ان ای رو در محلهای خاصی برش بده. سوال، وقتی میگم مولکول دی ان ای رو تو محل‌های خاص برش بده، یعنی باید یک آنزیمی داشته باشم که توانایی شکستن پیوند فسفودیستر رو در دی ان ای داشته باشه. پیوند فسفودیستر در دی ان ای ایاتون باشه توسط سه تا آنزیم شکسته میشد. قبلا اول سال گفتم آنزیم اول نوکلئازه. نوکلئاز دی ان ای رو میشکونه ولی بی منطق، یعنی از یه طرف شروع میکنه خرباری میشکونه. وقتی از یه طرف خرکی بشکونه عملا چه اتفاقی رخ میده؟ عملا ما نمیتونیم دی ان ای رو از محلهای خاص جدا کنیم، یا بهتر بگم نمیتونیم ژن مطلوبمون رو بکشیم بیاریم بیرون. دو، آنزیم دوم آنزیم چی بود بچه ها؟ آنزیم دنابسپاراز بود در فرایند ویرایش. در واقع یادتون باشه در فرایند ویرایش آنزیم دنابسپاراز نوکلئوتید اشتباه رو میکنه میندازه دور. وقتی میگم نوکلئوتید اشتباه رو میکنه میندازه دور یعنی یه چیزی، یعنی آنزیم دنابسپاراز، همه اینجا ببینید، یعنی آنزیم دنابسپاراز فقط توی ویرایش این کار رو برای من انجام میده، یعنی به درد مهندسی ژنتیک نمیخوره. پس اون آنزیم سوم که توانایی شکستن پیوند فسفودیستر در دی ان ای رو داره و به درد مهندسی ژنتیک من میخوره، آنزیمی به نام آنزیم برش دهنده. قبلا تو کتاب نظام قدیم بهش آنزیم محدود کننده هم میگفتن. آنزیم برش دهنده چیکار میکنه؟ الان اینجا رو ببین، یک مولکول دی ان ای داشت. هر آنزیم برش دهنده یک قطعه مشخصی از دی ان ای رو شناسایی میکنه و فقط همون یک قطعه رو برش میده. حالا منو ببین یه دقیقه اینجا. یکی از مهمترین برش دهنده هایی که ما واسه کنکور باید بشناسیم آنزیم ایکو آر وان هستش، یا ایکو آر یک، یا بهتر بگیم تنها آنزیم محدود کننده که شما باید بشناسید. یه توالی دی ان ای میکشم، توالی مینه آ تی سی جی آ آ تی تی سی تی آ جی. خب یه رشته طرف مقابلش هم مینویسم تی آ جی سی تی تی آ آ جی آ تی سی. اوکی، این مولکول دی ان ای. آنزیم محدود کننده ایکو آر وان چی کار میکنه؟ خیلی باحاله. آنزیم ایکو آر وان وقتی یک مولکول دی ان ای رو میبینه، میاد داخلش میگرده ببینه آیا توالی جی آ آ تی تی سی دارم یا ندارم. اگر توالی جی آ آ تی تی سی نداشت، اصلا کاری با اون دی ان ای نداره. در واقع باید دقت کنم که آنزیم های برش دهنده دی ان ای رو فقط در مناطق خاصی میشکنن که به اون مناطق میگن جایگاه تشخیص. جایگاه تشخیص آنزیم ایکو آر وان هم همین توالی جی ای تی تی سیه، یعنی توالی جی ای تی تی سی رو پیدا میکنه و میاد پیوند فسفودیستر رو بین نوکلئوتید گوانیندار و آدنیندار در هر دو رشته میشکنه. اگر بین گوانیندار و آدنیندار در هر دو رشته شکسته بشه، الان دوتا مولکول دی ان ای از هم جدا میشن. الان اتفاقی که رخ میده مولکول چی میشه؟ از این ور میمونه آ تی سی جی، از رشته مقابل چی میمونه؟ تی آ جی سی تی تی آ آ.
اون طرف چی؟ از این بر برش داده شده دیگه، از این بر میمونه C T A G G A T C T T A A. تمام شد. به این شکل مولکول دی ان ای از محل خاص بریده شد. کدوم محل خاص؟ اون جایگاهی که بهش میگن جایگاه تشخیص. حالا وقتی جایگاه تشخیص ای کاربن اینو برش میزنه چه اتفاقی رخ میده؟ اینجا رو ببین، الان در دو انتها اینا آویزون میمونن. این بعد چی میمونه؟ به این شکل، اون برم به این شکل. به این انتها میگن انتهای چسبنده. پس انتهای چسبنده در اصل دو رشته دی ان ای هستش که یه رشته بلندتر و یه رشته کوتاه‌تر، ناشی از برش دی ان ای توسط آنزیم برش دهنده ایجاد شده. تا اینجا قبول؟ خب تا اینجا یک مثال زدیم از آنزیم برش دهنده. در واقع طبق تعریف آنزیم برش دهنده به آنزیمی گفته میشه که مولکول دی ان ای رو در محل خاص برش میده. اون محل خاص کجاست؟ یک قطعه از دی ان ای به نام جایگاه تشخیص. حالا کاری که میخوام الان انجام بدم چیه بچه‌ها؟ کاری که میخوام الان انجام بدم اینه که بیام ویژگی‌های آنزیم‌های برش دهنده رو هم بشناسیم. اینجا رو ببین. اساساً این آنزیم‌های برش دهنده کجان؟ یعنی اصلاً این آنزیم‌های برش دهنده کجا دیده شدن؟ یه مثال ازش بزنیم ببینیم چی. آنزیم‌های برش دهنده اولین بار در خلقت در ساختار باکتری ها بود، یعنی به عنوان یک آنزیم دفاعی در باکتری ها کاربرد داشت. آنزیم دفاعی در باکتری ها یعنی چی؟ یعنی باید دقت کنم که آنزیم برش دهنده یک آنزیم باکتریاییه، یعنی اساسا ویژه باکتری هاست، به غیر از باکتری ها جای دیگه دیده نمیشه به صورت طبیعی. به چه درد باکتری میخوره؟ خب میدونی که یکی از ساختارهایی که باکتری ها رو آلوده میکنن ویروس هان. از قضا ویروس هایی که باکتری ها رو آلوده می کنن ویروس های دی ان ای دار هستن. ویروس های دی ان ای دار میرن میچسبن روی باکتری، باکتری رو آلوده می کنن، یعنی دی ان ای خودشون رو میندازن داخل باکتری. باکتری ها برای اینکه بتونن از خودشون در مقابل اون دی ان ای بیگانه ویروس حفاظت کنن، یک آنزیمی در داخل خودشون به وجود آوردن به نام آنزیم برش دهنده، به عنوان یک ابزار دفاعی در ساختار باکتری ها هست. اما وقتی دانشمنده اومدن دیدن که یه همچین ویژگی خارق‌العاده‌ای داره، میتونه دی ان ای رو فقط در مناطق خاص برش بزنه، گفتن چه بهتر، همینو برمیداریم میاریم در ساختار چی؟ در مهندسی ژنتیک ازش استفاده میکنیم. پس اولین نکته یاد گرفتم که آنزیم های برش دهنده باکتریایی هستند. سوال بچه ها، وقتی میگم یه آنزیم باکتریاییه یعنی ژن این آنزیم روی دی ان ای باکتریه، یعنی روی دی ان ای چیه؟ حلقوی باکتری قرار گرفته. هر چی که راجع به تنظیم منژن باکتری ها بلدم اینجا به کار میره. یعنی چی؟ یعنی که باید حواسم باشه عوامل رونویسی در رونویسی شدن از ژن آنزیم برش دهنده در باکتری ها نقش دارن یا ندارن. آباری کلا نخواهند داشت. در واقع ژن باکتریاییه و هر چی که راجع به باکتری ها بلدیم قاعدتا به ژن آنزیم برش دهنده هم میچسبه. بیام باحال‌ترش کنم. گفتم آنزیم باکتریاییه. دو، هر آنزیم برش دهنده باید یک جایگاه تشخیص داشته باشه. جایگاه تشخیص یعنی چی؟ یعنی الا وقتکی نیست، فقط یه قسمت مشخصی از دی ان ای رو میبره. شاید درستید آقا اصلا ما یه دونه آنزیم برش دهنده داریم یا چند تا. اولین نکته اینه که ما تعداد متعددی آنزیم برش دهنده داریم، یعنی هر باکتری میتونه دو یا سه چند نوع برش دهنده داشته باشه. گونه های متعدد باکتری هایی داریم، پس گونه های مختلف برش دهنده رو داریم. اما هر برش دهنده چون آنزیمه یک توالی اختصاصی برای خودش میشونه که به اون توالی اختصاصی میگن جایگاه تشخیص. مثلا ما یک آنزیم برش دهنده معروفی که میشناسیم آنزیم ایکوآروانه. ایکوآروان یک آنزیم برش دهنده است که اولین بار در باکتری ایکولای کشف شد. اصلا علت نامگذاری هم همینه. ایکوش مخفف ایکولایه، آرش مخفف رستریکشنه، رستریکشن یعنی محدود کننده، وانم یعنی یک، یعنی اولین آنزیم محدود کننده ای که در ساختار باکتری ایکولای کشف شد.
ای کارمان یک آنزیم برش دهنده است. توانایی شکستن دی ان ای رو از یک جایگاه تشخیص داره. اما این توالی رو باید بدونید. توالی تشخیص یا جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده ای کارمان یک توالی به نام GAATTC. باید اینو حفظ باشید. یعنی توالی GAATTC جایگاه تشخیص آنزیم ای کارمان. چون شما هیچ آنزیم محدود کننده دیگه ای رو لازم نیست واسه کنکورتون بلد باشین، پس این یه دونه رو لطف کنید که حفظ باشین. تو این جایگاه تشخیص چی کار میکنه؟ خب این دورشته دی ان ایه. وقتی دی ان ای با این دورشته وجود داشت، آنزیم کاروان این رو پیدا میکنه و میاد بین نوکلئوتید گوانیندار و آدنیندار و گوانیندار و آدنیندار برش میزنه. حالا سوالی که پیش میاد خب اینه که جایگاه تشخیصی که آنزیم های محدود کننده یا آنزیم های برش دهنده شناسایی میکنن چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ بشماریم. یک، ویژگی اول جایگاه تشخیص اینه که باید حتما از جنس دی ان ای باشن. یعنی ایا هنوز یاد بگیرم هیچ وقت آنزیم های برش دهنده آر ان ای رو برش نمیزنن. حتما و حتما چی باید باشه؟ دی ان ای. پس یک، دی ان ای. دو، حتما و حتما اون دی ان ای باید دی ان ای دورشته ای باشه. یعنی دی ان ای تک رشته نمیتونه باشه. یعنی ما حتی دی ان ای تک رشته هم آنزیم محدود کننده باهاش کاری نداره. پس آنزیم محدود کننده با مولکول های دی ان ای دورشته کار داره. تازه یه سه باحال بهتون بگم، این دورشته دی ان ای میتونه روی دی ان ای خطی باشه یا حلقوی. دیگه این خطی و حلقوی بودن براش مهم نیست. یعنی آنزیم برش دهنده میتونه هم دی ان ای یوکاریوت ها یا هو هسته ای ها که خطیه رو برش بده، هم دی ان ای پیش هسته ها یا پروکاریوت ها که حلقویه رو برش بده. پس اولیش اینه که خب باید دی ان ای در واقع دی ان ای باشه، دورشته باشه. اما یه چیز جالب تر، خیلی جالبه، باید دورشته دی ان ای عکس و مکمل هم باشه. این خیلی مهمه. عکس و مکمل هم دیگه باشن یعنی چی؟ الان شما GAATTC رو میتونید ببینید دیگه. از این ور که میخونم توالی چی میشه بچه ها؟ GAATTC. از طرف مقابل که میخونم چی میشه؟ میشه GAATTC. یعنی از دو طرف که میخونم چی میشه؟ عین هم خونده میشه. به این توالی میگن جایگاه تشخیص. پس ویژگی جایگاه تشخیص اینه که باید یک، روی دی ان ای باشه، دو، دی ان ایش دورشته باشه، و سه، اون چیزی که به عنوان جایگاه تشخیص معرفی میشه حتما دورشته عکس و مکمل همدیگه باشن. این ویژگی جایگاه تشخیص هر آنزیم برش دهنده ایه. اما تنها آنزیم برش دهنده ای که شما باید در محدود کنکورتون بلد باشین آنزیم ایکوار 1 یا ایکوار 1 که تمام ویژگی هایی که گفتم اون جایگاه تشخیصش هست. حله. حالا یکم بیایم این توالی جایگاه تشخیص ایکوار 1 بهتر بشناسیم. اینجا رو ببینید. آنزیم ایکوار 1 اگر یک مولکول دی ان ای ببینه که روش توالی GAATTC یعنی جایگاه تشخیصش باشه، این توالی رو شناسایی میکنه. بعد شروع به برش زدم. گفتم این آنزیم توانه شکستن پیوند چی رو داشت بچه ها؟ فسفودیستر. وقتی این توالی GAATTC رو پیدا میکنه میاد چی کار میکنه؟ در هر رشته دی ان ای بین جی و آ، جی و آ رو میشکنه. این جی بود، درست شد؟ وقتی بین هر دو رشته جی و آ رو میشکنه یعنی چی؟ یعنی یه پیوند فسفودیستر اینجا شکسته شده، یه پیوند فسفودیستر هم بر. یعنی تو هر جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده چند تا پیوند فسفودیستر شکسته شد؟ دوتا. یکی روی این رشته، یکی هم رشته مقابل. اوکی، این فسفودیستر. اما بیان باحال ترش کنم. دورشته دی ان ای وقتی مکملن یعنی بین دورشته پیوندشی وجود داره، هیدروژنی. یعنی بین سی و جی 3 تا، آوتی 2 تا، آوتی 2 تا، آوتی 2 تا، آوتی 2 تا، سی و جی 3 تا. حالا وقتی دورشته شکسته میشن بچه اینجا رو ببینید، الان تو جایگاه تشخیص ایکوارمان اگه ازتون بپرسن کلن چند تا پیوند هیدروژنی داریم، میگیم 3، 2، 2، 7، 9، 11، 14 تا داریم. اما وقتی آنزیم ایکوارمان دی ان ای رو تو این منطقه برش میده، از برشش چه اتفاقی رخ میده؟ این پیوندهای هیدروژنی که اینجا هستن شکسته میشه.
چرا باید شکسته بشن؟ چون مولکول های دی ان ای از دو سمت میخوان جدا بشن دیگه. یعنی این ور میخواد بمونه جی، این ور میمونه سی تی تی آ آ، از اون طرف سی جی تی تی آ آ، تمام شد. الان به این راحتی از هم جدا شدن. فقط یه اصطلاحو دلم میخواد یاد بگیری. یک اصطلاح داشتیم به نام چی؟ یک اصطلاح داشتیم به نام انتهای چسبنده. وقتی دی ان ای توسط آنزیم برش دنده برش داده میشه اینجا، بر انتهای دی ان ای دو رشته دی ان ای وجود داره که طولشون با هم متفاوته. به این متفاوت بودن الان اینجا دو تا انتهای چسبنده دارن به همین سادگی. این یه انتهای چسبنده، این انتهای چسبنده. و خب چون دو رشته دی ان ای عکس و مکمل بودن، انتهای چسبنده هم عین هم میشه تقریبا و برعکس شد. تا اینجا سوالی هست؟ اگه سوالی از برش دنده هست بپرسیم. اینم چی؟ مهدی میگه فصل 8 رو میگی. کدوم فصل؟ 8 12مو. ببین 8 12مو خیلی حفظ کردنیه، اونو بخون، نکته هاشو توی همایش بهتون میخوام بگم. همه آنزیم برش دهنده توالی معکوس رو تشخیص میدن. ببین هر معکوسی رو تشخیص نمیدن. آنزیم‌های محدود کننده یا در واقع برش دهنده یه جایگاه تشخیص داره هر کی باز خودش، که از نظر تکاملی اون جایگاه تشخیص حتما عکس و چیز بوده، مکمل بوده. امیر رضا میگه که توی خیلی سبز انتهای چسبنده رو فقط، آهان یه چیزی بچه ها، این راست میگه امیر رضا، یه نکته خیلی باحالی داره میگه. توی کتاب نظام قدیم، این اشتباه خیلی سبزی که نظام قدیم رو قاطی کرده ها، توی کتاب خیلی سبز این نظام قدیم اومده گفته انتهای چسبنده رو فقط این تی تی آ آ در نظر گرفته. خب ولی بریم متن کتابتون رو نگاه کنید، میگه انتهای چسبنده این ته دی ان ایه که یه رشته از اون یکی رشته بلندتره، یعنی هر دوتا رو در نظر گرفته. حالا من عکسای کتاب اسکن کردم تو جزوه گذاشتم نشونتون میدم. قسمتی که به عنوان انتهای چسبنده زرد کرده مشخص کرده دو رشته است. واسه همین تغییر جدید کتاب نسبت نظام جدید نسبت به نظام قدیمه. اینو حواستون به خیلی سبز باشه، اینجوری گرفته. بچه پیوند هیدروژنی هم شکسته شدنش بر عهده آنزیم محدود کننده است. یعنی الان برای آنزیم محدود کننده ایکو آربان میان چی میگن؟ میگن چند تا فسفودیستر شکسته؟ میگن دو تا فسفودیستر شکسته. بعد اینجا چند تا هیدروژنی وسط بوده؟ 8 تا. بعد میگن 8 تا هم هیدروژنی، یعنی میگن هر آنزیم محدود کننده ایکوآربان هر جایگاه تشخیصش دو تا فسفودیستر 8 تا هیدروژنی، مجموعا 10 تا پیوند شکسته میشه. خب بسیار هم عالی، بریم جلو. من راجع به آنزیم برش دهنده اون چیزی که لازم بود و یاد دادم دیگه، حالا جلوتر کاربردش رو یاد میگیریم دیگه. بعد از آنزیم برش دهنده یه دونه ابزار دیگه هم داریم، اسم علمیش هست وکتور، ما بهش میگیم ناقل دی ان ای. یعنی چی؟ یعنی مثلا من اگه یک مولکول دی ان ای، یک ژن با ویژگی های مطلوب رو، اون ژن با ویژگی مطلوب رو جدا کردم، اون ویژگی مطلوبه رو باید چیکار کنم؟ این ویژگی مطلوبه رو باید بردارم ببرم بذارم داخل کی؟ داخل یک جاندار دیگه. درست شد؟ حالا اینو چطوری ببرم؟ مثلا این دی ان ای رو ببرم میگم جاندار محترم این دی ان ای رو بردار استفاده کن؟ نه، باید یک وکتور یک ناقل پیدا کنم، یعنی یک مولکول انتخاب کنم به عنوان وکتور، اینو بهش بچسبونم، این برداره ببره دیگه. درسته؟ حالا وکتور من چیه؟ مهمترین وکتوری که ما راجبش حرف میزنیم دی سک یا پلازمید. من اگه یادتون باشه اول سال راجع پلازمید یه ذره صحبت کردم، اما الان میخوام تمام حرفایی که زدم رو تکمیلش کنم. اینجا رو ببینید، دی سک یا پلازمید دی ان ای فرعی در باکتری است. یعنی اگه من اینو باکتری در نظر بگیرم، هر باکتری یک دی ان ای حلقوی اصلی داره، یعنی یک مولکول دی ان ای داره حلقوی اصلی باز خودش، اما میتونه اصلا نداشته باشه، یک یا چند مولکول دی ان ای فرعی داشته باشه، بهش بگن پلازمید یا دی سک. پلازمید یا دی سک یه سری ویژگی ها داره. اولین ویژگیش اینه که یک دی ان ای خطی یا حلقوی، بچه های گلم حواستون باشه، اولین ویژگیش اینه که یک دی ان ای حلقوی، یعنی یک اولین ویژگی پلازمید یا دی سک اینه که یک مولکول دی ان ای حلقوی. دو،
اگر یک مولکول دی ان ای حلقوی باشه، پس هر پلازمید یا دیسک یک جایگاه شروع همانندسازی داره. یعنی هر پلازمید یا هر دیسک یک جایگاه داره که همانندسازی رو از اونجا شروع میکنه. دی ان ای حلقوی دی. ولی از همه اینا جالبتر یه چیزه. شما با واژه‌ای به نام آنتیبیوتیک آشنایی یا پادزیست؟ خودت خیلی میشناسید آمپیسیلین، آزیترومایسین، سفکسین، این هم همش آنتیبیوتیک هستند. آنتیبیوتیک ها چیکار میکنن؟ اساساً اساس تشکیل آنتیبیوتیک این بود، یک دسته از داروها هستند که در متابولیسم پایه باکتری ها اختلال ایجاد میکنن، یعنی باعث میشن باکتری ها متابولیسم طبیعی خودشون از دست بدن. پر واضحه آنتیبیوتیک ها میشوند دسته ای از داروها که باعث مرگ باکتری ها میشن. حله؟ پس من قبول کردم آنتیبیوتیک اساسا برای کشتن کی به کار میره؟ برای کشتن باکتری ها به کار میره. حالا که قبول کردم آنتیبیوتیک ها اساسا برای کشتن باکتری ها کاربرد پیدا می کنن، یه چیز دیگه هم باید حواسم بهش باشه، اونم اینه که خب باکتری ها یه راهکار مقابله‌ای در مقابل آنتیبیوتیک دارن. بله، تا حالا شنیدین میگم باکتری ها نسبت به آنتیبیوتیک مقاوم شدن؟ به خاطر اینه که بعضی از باکتری ها میتونن یک سری ابزارهایی داشته باشن مثل آنزیم ها که برای در مقابل آنتیبیوتیک ها از باکتری ها محافظت کنن. یا اصطلاحاً اینطوری ساده تر بگم که ما میتونیم روی پلازمیدها ژن‌هایی داشته باشیم تحت عنوان ژن مقاومت به آنتیبیوتیک. یعنی الان من روی پلازمید، این مثلا دی ان پلازمید، از اینجا تا اینجا ژن مقاومت به آنتیبیوتیک دارم. ژن مقاومت به آنتیبیوتیک یک ژنیه که اگه بیان بشه محصول اون ژن باعث از بین رفتن یک آنتیبیوتیک خاص میشه. مثلا ما آنتیبیوتیک به نام آمپیسیلین، ما میتونیم یک ژنی داشته باشیم به نام ژن مقاومت به آمپیسیلین، یعنی اگر این ژن بیان شه باکتری که این ژن رو داره، یعنی اون پلازمید رو داره، نسبت به آمپیسیلین مقاومه. کیلویی هم آمپیسیلین روش بریزم نمیکشتش. حلت اینجا به همین سادگی. خب پس دی ان ای حلقوی جایگاه آغاز همانندسازی و ژن مقاومت به آنتیبیوتیک سه ویژگی مهم میشه. اما یه ویژگی چهارم هم داره، اونم که همانندسازی مستقل داره. یعنی چی؟ یعنی که همانندسازیش از باکتری میزبانش مستقله. یعنی که اگر یک باکتری دوتا پلازمید داشته باشه، حتی اگه خودش در حال تقسیم نباشه، پلازمید ها میتونن تکثیر بشن. یعنی تکثیر پلازمید ربطی به سلول مادر یا به باکتری اولیه قاعدتا نخواهد داشت. حل تا اینجا سوالی هست؟ بسیار بسیار همونی. خب ما تا اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ دوتا ابزارمون رو بحث کردیم. پس تا الان ما راجع به چی صحبت کردیم؟ راجع به ابزارهامون داشتیم صحبت میکردیم. حالا از اینجای کار به بعد ابزارام تموم شد. اگه سوال از ابزار دارین بپرسید تا میخوام برم چهار مرحله مانشینتی. اگه سوالی هست من در خدمتم هستم. سوال. امید سوالی نداریم. پدرام تو چی؟ پارسا؟ یکی از پارسا رو میبینم. بهمنی نیست؟ پارسا بهمنی کجایی؟ پوستت کند از پارسا. پارسا میگه پلازمید جز ژنوم نیست. ببین نه، ببین طبق تعریف پلازمید رو جز ژنوم، چرا دیگه؟ اگه باکتری بخوام ژنوم باکتری رو در نظر بگیرم، جز ژنوم باکتری در نظر گرفته میشه. امیررضا میگه که توی فصل 7 کتاب گفته پلازمید کروموزوم میشه. آره بهش کروموزوم فرعی میگن. ولی تو فصل 6 11 گفته باکتری یه دونه کروموزوم بیشتر نداره. ببین اینطوری میگن که اینجا اونجا که تو 6 11 هم گفته، باید میگفت باکتری یه کروموزوم اصلی بیشتر نداره. یعنی اون باید یه اصلی رو اونجا واسش میذاشت. ولی آره یه دونه اصلی بیشتر نداره. چرا پارسا بگیریم؟ جزء ژنوم بنازم بگیریم. خب اما بیام اینجا. چون طبق تعریف ژنوم میشه کل محتوای ژنتیکی سلول. اما بریم سراغ جزوه دیگه، اینجا باید باحاله. مراحل مهندسی ژنتیک، این چهار مرحله رو دریابید. همه جزوه جلو،
صفحه 2 جزوه جلوتون باشه. من سعی کردم تمام شکل‌ها و مطالب کتاب رو کامل تو جزوه بذارم، حتی فرم جزوه رو بازم تغییر دادم به خاطر این آنلاین بودنش، که کامل دقت کنم. مرحله اول تو مهندسی ژنتیک چیه؟ اول بذار تعریف کنم مهندسی ژنتیک هم یعنی چی. من میخوام یک ژن مطلوب رو از پیکر یک جاندار بردارم، بیارم در داخل یک جاندار دیگه مثل یک باکتری قرار بدم. حله. پس اول باید چیکار کنم؟ این دی ان ای مطلوب استخراج کنم. مثلا میخوام ژن انسولین رو از بین انبوه ژن‌های انسان بکشم بیرون. پس یک میشه جداسازی قطعی از دی ان ای. میگه این کار به وسیله آنزیم چی انجام میشه؟ برش دهنده. این همه قصه گفتیم. آنزیم برش دهنده در باکتری ها وجود داره و جزئی از سامانه دفاعی باکتری هاست. یاد بگیرم که آنزیم های برش دهنده توالی نوکلئوتیدهای خاصی از دی ان ای رو تشخیص و برش میدن که بهش میگن جایگاه تشخیص. حواستون باشه در جایگاه تشخیص، مثلا الان اینجا جایگاه تشخیص ایکو آر وانه، دورشته عکس مکملن، یعنی دورشته رو از این سمت به این سمت بخونی عین هم خونده میشه. حله. حالا اینجا رو خوب نگاه کن امیر رضا، تو هم اینجا رو ببین. الان وقتی آنزیم ایکوآروان دی ان ای رو برش میزنه، از برش دی ان ای چه اتفاقی رخ میده؟ بین جی و آ بریده میشه، بین جی و آ بریده میشه در هر دورشه. چی میمونه؟ الان ببین اینجا و اینجا. یه دقیقه شکل کتاب یا جزوه رو نگاه کنی، در واقع تمام این قسمتی که به رنگ زرد رو اومده به عنوان جایگاه تشخیص در نظر گرفته، بخشید به عنوان انتهای چسبنده در نظر گرفته. پس این چیزی که به عنوان انتهای چسبنده تعریف شده در اصل تو هر دورشته است، یعنی اون چیزی که خیلی سبز نوشته درست نیست. بیا پایین‌تر یکم اینجا بخونی ببین چی میگه. میگه آنزیم ایکوآروان توالی 6 جفت نوکلئوتیدی جی آ تی تی سی رو شناسایی و برش میده. این آنزیم میاد چیکار میکنه؟ پیوند فسفودیستر بین نوکلئوتیدهای چی؟ گوانیندار و آدنیندار. بچه‌ها حواستون باشه، باید تو صورت بگه بین نوکلئوتید گوانیندار و آدنیندارا، یعنی اگه بین گوانین و آدنین رو بگه برش میده درست نیست. بین نوکلئوتید گوانیندار و آدنیندار هر دورشته رو برش میده، در نتیجه انتهایی از مولکول دی ان ای ایجاد میشه. اینجا رو خوب نگاه کن امیررضا، میگه در نتیجه انتهایی از مولکول دی ان ای ایجاد میشود که یک رشته آن بلندتر از رشته طرف مقابل است. اینجایی که میگه یک رشته از طرف مقابل بلندتره، به کلش میگن انتهای چسبنده. خب حالا تو انتهای چسبنده میگه برای تشکیل چنین انتهایی از مولکول دی ان ای علاوه بر پیوندهای فسفودیسته، پیوند هیدروژنی هم شکسته میشه. یه بار مرور کنم، ایکوآروان جایگاه تشخیصش چی بود؟ جی آ آ تی تی سی، که تو دو رشته میشد 6 جفت. تو کل جایگاه تشخیص ایکوآروان چند تا پیوند هیدروژنی داشتم؟ 14 تا، باریکلا. آنزیم ایکوآروان وقتی میخواست جایگاه تشخیصش رو برش بده چند تا فسفودیستر شکسته میشد؟ 2 تا. چند تا هیدروژن شکسته میشد؟ 8 تا. مجموعا چند تا پیوند شکسته میشد؟ 10 تا. تمام. خب مرحله اول برش بود. برش رو کی انجام داد؟ آنزیم محدود کننده. خب آقا من اومدم با آنزیم محدود کننده دی ان ای برش زدم، اون ژنی که مد نظرم بود ویژگی مطلوب داشت و برداشتم کشیدمش بیرون. حالا اون ژنی که ویژگی مطلوب داره رو میخوام انتقال بدم داخل یک میزبان جدید. برای این کار چیکار میکنم؟ از ناقلم استفاده میکنم. ناقل یا وکتور من اینجا یک مولکولیه به نام چی؟ پلازمید یا دیسک. حالا ببینم چیه. میگه توالی های دنایی هستن، پلازمیدو میگه، یعنی یک توالی از جنس دی ان ای، در خارج از فام تن اصلی، یعنی از کروموزوم اصلی جدا، بله گفتم کروموزوم فرعی بهش میگه، که میتواند مستقل از آن تکثیر شود. مستقل یعنی میتونه باکتری در حال تکثیر نباشه ولی پلازمید تکثیر کنه. اینا رو همه رو گفتم. میگه یکی از این مولکول های مهم دیسک یا پلازمید حلقوی باکتری هاست. اینو دیسک یک مولکول دی ان ای دورشته خارج فامتنی است که معمولاً یا درون باکتری هاست یا بعضی از قارچ ها مثل مخمر ها میتونن داشته باشنش، که همانندسازیش قاعدتاً مستقله. دیسک را فامتنهای کمکی میگن، توی حرفم گفتم، چون حاوی ژن هایی است که روی فامتن اصلی باکتری وجود نداره. مثلا D
دیسک ها دارای ژن مقاومت به پادزیست یا آنتیبیوتیک هن. یعنی دیسک میتواند ژن مقاومت به آنتیبیوتیک آمپیسیلین داشته باشه. یعنی باکتری که اون دیسک رو داره چون ژن مقاومت به آنتیبیوتیک داره دیگه در مقابل آمپیسیلین آسیب پذیر نیست، کیلویی هم بریزه زنده میمونه. اما بیام اینجا، بیا بهتر از دیسک استفاده شود که اینجا حالا میگم فقط یک جایگاه تشخیص داشته باشه. این یعنی چی؟ برگردیم بیاییم تو صفمون، همه بیا اینجا. خب حالا من میخوام یه مطلب مهم رو باز کنم برای شما. اینجا رو ببینید بچه ها. خب فرض کنید که ما میخوایم یک ژن رو جدا کنیم، مثلا یه ژن انسانی، مثلا ژن انسولین. مثلا ژن انسولین رو دی ان ای چی انسان قرار گرفته؟ خطی از اینجا تا اینجا. فرض کنید که ژن انسولین باشه. حالا جلوتر راجع به انسولین دو سه تا نکته ریز دارم که خیلی جذابه باید بتونم. این ژن انسولین، من ژن انسولین رو میخوام بیارم بیرون. وقتی ژن انسولین رو میخوام بیام بیرون، باید آنزیم محدود کننده استفاده کنم که بتواند ژن انسولین رو از دو سمتش برش بده. آنزیم محدود کننده، یا بهتر بگیم برش دهنده ای که ما الان میشناسیم، یه آنزیمیه به نام ایکوآروان. فرض میکنم که ایکوآروان دی ان ای رو میاد از دو سر برش میده. این دی ان ای اینجا رو ببین، یه جایگاه تشخیص این ور داره، یه جایگاه تشخیص این ور داره. حواس اینجا با منه؟ همه منو دارن؟ همه اینجا؟ پس آقا جان، رفقای من، اینجا رو ببینید. اگر من بخوام یک ژن خاص رو از بین انبوهی از ژن‌ها جدا کنم، زمانی موفق به انجام این کار میشم که آنزیم برش دهنده من بتواند آن ژن رو از دو سر برش بده. یعنی یه جا از اینجا برش بده یه دونه که این ژن این وسط قلفتی در بیاد. خب یعنی آنزیم محدود کننده یا برش دهنده این جایگاه تشخیص رو شناسایی میکنه، این جایگاه تشخیص رو شناسایی میکنه بین جی و آ، جی و آ نوکلئوتید گوانین دار با نوکلئوتید آدنین دار رو برش میزنه. اگه برشاشو بزنه چی میمونه برای من؟ نگاه کن، الان این مولکول دی ان ای از دو سر برش میخوره به این شکل. ژن انسولین یا اون ژنی که من میخواستم میاد بیرون، چی میمونه؟ این ور یه انتهای چسبنده، این ور یه انتهای چسبنده. حواست باشه الان طبق تعریف جدید از انتهای چسبنده، ما در انتهای چسبنده ها بین سی و جی سه تا پیوند هیدروژنی داریم. خب الان ژن رو کشیدم بیرون. بچه سوالاتو نگه داری، هر وقت فرصت دادم میگیم چون الان ممکنه رد شه من نبینم. الان ژن انسولین کشیدیم بیرون، خب باید اینو بندازیم به یه وکتور، بندازیم به یه ناقل. قرار شد ناقلمون کی باشه؟ دیسک. بیا اینجا الان یه دیسک بکشم. این دیسک دی ان ای خطی بود یا حلقوی؟ حلقوی. کروموزوم اصلی بود یا فرعی؟ فرعی. همانندسازی مستقل بود یا تبعیت میکرد؟ مستقل بود. گفتم وقتی یه جا دی ان ای حلقوی دارین، اگه بخواد دی ان ای حلقوی همانندسازی کنه نیاز به جایگاه آغاز یا شروع همانندسازی دارین. پس این یه تیک از دی ان ای جایگاه شروع همانندسازی. گفتم بلازمید یا دیسک چی داره؟ یک ژن مقاومت به آنتی بیوتیک هم داره. این هم ژن مقاومت به آنتی بیوتیک. حالا منو ببین، همه اینجا چه پلازمیدی به هم به درد میخوره؟ ایها الناس، کنکوری جماعت، منو ببین. اون پلازمیدی به درد میخوره من، آقا من، آقا من، اون پلازمیدی به درد خواهد خورد، تکرار میکنم، اون پلازمیدی به درد خواهد خورد که برای آنزیم محدود کننده خودم که اینجا محدود کنندم چون ایکوآروان بوده، یعنی باید از اون برش دهنده استفاده کنم که تو مرحله اول با اون ژن خارجیمو بریدم و بردم بیرون.
همون برش دهنده روی دیسکم فقط یک جایگاه تشخیص داشته باشه و از قضا اون یه دونه جایگاه تشخیص هم روی جایگاه آغاز همان اساسی و ژن واتم آنتی بیوتیک نباشه. یعنی اینجا G A A T T C بیا رو به رو G A A T T C داری منو؟ الان توالی جایگاه تشخیص ایکوآروان افتاده روی کجا؟ افتاده روی این پلازمیدم یه دونه است. خب حالا الان برش دهندم رو میندازم به جون پلازمید، میاد چیکار میکنه؟ میاد این حلقه رو بین گوانیندار و آدنیندار، گوانیندار آدنیندار میبره. یه سوال، اگر پلازمید من برای برش دهنده ایکوآروان یه جایگاه تشخیص داشته باشه، چند تا فسفدی استر میشکست؟ دو تا. چند تا هیدروژنی میشکست؟ 8 تا. الان این 2-8 شکست نمیشه، یعنی انگار حلقه رو از یه جا بریدم. اگه حلقه رو از یه جا ببرم میشه خط صاف. حالا حلقه رو از یه جا بریدم، دی ان ای حلقویم باز میشه، میشه خطی. فقط اون جایگاه آغاز همانندسازی و ژن مقاومت به آنتیبیوتیک هست. اما باحالش کجاست؟ اگر یه حلقه رو با آنزیم محدود کننده یا برش دهنده قبلیم ببرم، در این حلقه که باز میشه میشه یه خط، این رشته در دو سمتش چی داره؟ انتهای چسبنده داره. الان انتهای چسبنده رو ببین، اینجا G T T A A، این برم دوباره G C T T A A. الان خیلی باحال شد، الان میتونی حدس بزنی چرا باید برش دهنده مرحله 1 و 2 یکی باشه؟ چرا همون برش دهنده ای که ژنمو جدا کرد همون باید بیاد دیسک من رو ببره؟ به خاطر اینکه انتهای چسبنده ها با هم کوبل باشه. ایها الناس، کنکوری جماعت، رفقای من، اینجا رو ببین. الان این دوتا مولکول دی ان ای رو، یعنی پلازمید و اون ژنی که جدا شده رو کنار هم بذارم، چون انتها چسبنده ها کوبل همه، چون انتها چسبنده ها با یه برش دهنده بریده شده و مکمل همه، میتونه در امتداد هم قرار بگیره. وقتی در امتداد هم قرار گرفت چی میبینم؟ میبینم که آباریکلا، اینجا رو ببین، این میشه یک دی ان ای جدید. این ژن خارجی بهش میگن دی ان ای نوترکیب. اینجا G C T T A A، این بر دوباره G C T T A A، پلازمیدم که اومد در امتدادش قرار گرفت. تو شکلای کتاب همه اینا رو بهتون نشون میدم. به این شکل، حتی نسبت هم با کتاب خوب نیست. خب الان به این پلازمید میگن دی ان ای نو ترکیب یا پلازمید نو ترکیب. چرا رفقا میگن نو ترکیب؟ چون این یک ترکیب ژنتیکی جدیده، این یک ترکیب ژنتیکیه که تا الان نبوده. ایها الناس، هیچ وقت یه پلازمید قرار نبوده در کنار خودش یک ژن خارجی انسولین انسان داشته باشه، الان داره. خب به میگه پلازمید نو ترکیب. حالا این پلازمید نو ترکیب با چه پیوندی کنار هم قرار گرفته؟ اولا بدونم که پیوند هیدروژنی این انتهای چسبنده ها رو میاد کنار هم کوبل میکنه. انتهای چسبنده ها که در کنار هم کوبل شد، حالا باید بینشون اینجا رو ببین، اینجا پیوند فسفودیستر بذارم. این آنزیم فسفودیستر، آنزیمی هم که میاد اینجا پیوند فسفودیستر بر من درست میکنه، اسم قبلیش بود آنزیم لیگاز، الان بهش میگن آنزیم اتصال دهنده. حالا جنازگان گرامی منو ببین، الان رو این پلازمید نو ترکیب آیا جایگاه آغاز همانندسازی دارم؟ بله. ژن مقاوم آنتیبیوتیک دارم؟ بله. ژن خارجی دارم؟ بله. از همه مهمتر چند تا جایگاه تشخیص برای آنزیم برش دهنده دارم؟ دو تا، یکی این بر یکی اون بر. حل تا اینجا، دم شما گرم. برم سراغ چی؟
بیا اینجا. بیا اینجا. همه اینجا منو بیا. بیام سراغ چی؟ بیام سراغ جزوه. ببینم جزوه چی میگه. میگه که بهتر است، این جمله رو باید طلا گرفت، از دیسکی استفاده شود که فقط یک جایگاه تشخیص برای برش دهنده داشته باشه. اما اون جایگاه تشخیص یه شرط دیگه هم داشت. جایگاه تشخیص کجا نباید باشه بچه ها؟ یادم بیاد، روی ژن مقاومت به آنتی بیوتیک و جایگاه شروع همانندسازی هم نباید باشه. خب میگه در صورت انتقال قطعه دی‌ان‌ای مورد نظر به دیسک و ورود آن به یاخته میزبان، با هر بار همانندسازی دیسک دی‌ان‌ای مورد نظرمون که جدا کرده بودیم همانندسازی میکنه. میگه در ساخت یک دنای نو ترکیب، قطعه دنای حاوی توالی مورد نظر را دنای ناقل جاسازی میشود. آنزیم مورد استفاده برای برش دادن دیسک باید همان آنزیمی باشد که در جداسازی دی ان ای مورد استفاده قرار میگیره. میگه برش دیسک با آنزیم آن را به یک قطعه دنای خطی تبدیل میکنه. یعنی شما یک حلقه رو از یک جا ببری، تبدیل به دی ان ای چی میشه؟ خطی میشه و دارای دو انتهای چسبنده میشه، یکی این سمت یکی اون سمت. همچنین قطعه دنای خارجی نیز در دو انتهای چسبنده دارد. میگه برای اتصال دنای مورد نظر به دیسک از آنزیم لیگاز یا آنزیم اتصال دهنده استفاده میشه. این آنزیم پیوند فسفودیستر بین دو انتهای مکمل رو هم ایجاد میکنه. خب میگه به مجموعه دنای ناقل و ژن جاگذاری شده داخلش میگن دنای نوترکیب. رفقای من اگر جزوه رو نگاه میکنید، صفحه 3 پایین جزوه رو ببینید. الان شما هم میتونید ببینید، من کنارم. الان نگاه کن، این پلازمیدمون بوده، با آنزیم کاروان از یک جا برشش دادیم، جایگاه شروع همانندسازی رو سیو کردیم، ژن مقاومت به آنتیبیوتیک هم همینطور نگهش داشتیم. بعد این ژن خارجی، یعنی اون جایی بود که اون ژن مورد نظر رو داشتیم، اومدیم اضافه کردیم. فقط انتها چسبنده ها رو ببین، مکمل همه به راحتی با پیوند هیدروژنی این انتهاها کنار هم قرار میگیرن و بعد آنزیم اتصال دهنده یا لیگاز اینا رو به هم میچسبونه. تمام شد. الان چی دارم؟ یک دنای نو ترکیب دارم، یه پلازمید جدید دارم که اون ژن خارجی رو بهش انتقال دادم. حالا این پلازمید رو میخوام ببرم بذارم داخل یک باکتری. هر بار که باکتری از روی این پلازمید همانندسازی میکنه، یه بار برای من اون ژن هم همانندسازی میشه. بیا اینجا مرحله سوم. دیگه مرحله سه و چهار آسونه. مرحله سوم، وارد کردن دنای نو ترکیب یاخته میزبان. بچه اینجا رو خوب نکنید. میگه در این مرحله دنای نو ترکیب را به درون یاخته میزبان، مثلا باکتری، منتقل میکند. به این منظور باید در دیواره باکتری چی وجود داشته باشه بچه ها؟ منافذی وجود داشته باشد که با کمک شوک الکتریکی یا شوک حرارتی همراه با ماده شیمیایی. یعنی مهم نیست آقا این پلازمید نو ترکیب رو میاریم کنار باکتری میذاریم، یا میایم بهش یه شوک الکتریکی میدیم، یا یه سری مواد شیمیایی اضافه کنیم یه شوک حرارتی میدیم، اینش مهم نیست. اما اتفاقی که رخ میده اینه که بعضی از باکتری ها میتونن اون پلازمید نو ترکیب رو جذب کنن. یعنی مثلا من 100 تا باکتری دارم، 10 تا هم 20 تا هم پلازمید نو ترکیب دارم، این شوک الکتریکی یا شوک حرارتی رو میدم، اینا شروع میکنن به جذب کردن. خب الان تو شکل ببین، این شکل کتابته ها. الان این باکتری، این پلازمید نو ترکیب، شوک گرمایی یا الکتریکی رو بهش دادن، یه تعدادی از این پلازمیدا وارد شده. الان اینجا باکتری دارای چی دارم؟ پلازمید دارم. خب اما یه چیزی گفتم، آیا همه باکتری ها پلازمیدا دریافت میکنن یا بعضیشون؟ خب بله بعضیشون. پس چطور من باید بتونم اون باکتری هایی که این پلازمید رو دریافت کردن، یعنی ژن خارجی رو دارن، از اون باکتری که اینو دریافت نکردن یا اصطلاحا ژن خارجی ندارن رو جدا سازی کنم؟ خیلی ساده است، خیلی ساده است. الان میتونی به من بگی؟ گفتم روی اون پلازمیده چی دارم؟ ژن مقاومت به آنتی بیوتیک. پس یه کاری میکنم، اگر باکتری پلازمید رو داشت، به آنتی بیوتیک من مقاومه. اما اگه نه، پلازمید باکتری پلازمید رو نداشت، به آنتی بیوتیک من مقاوم نیست.
حالا اگر من بردارم به محیط کشت اون باکتری همون آنتیبیوتیک رو یا پادزیست رو اضافه کنم، همون آنتیبیوتیک چیکار میکنه برای من؟ باکتری هایی که پلازمید دارن زنده میمونن، بدون پلازمید ها میمیرن. به این شکل من میتونم یک تعداد زیادی باکتری پلازمید دار دارم و هر بار که این باکتری تکثیر بشه، هر باری که پلازمید همانندسازی بشه، یک نسخه جدید برای من ایجاد خواهد شد. رفقای من بیا ببین اینجا رو، میگه جداسازی یاخته های تراژن، یعنی باکتری هایی که پلازمید رو جذب کردن. میگه یکی از روش های جداسازی باکتری هایی که دارای دنای نوترکیب از باکتری های فاقد دنای نوترکیب است اینه که در هنگام انتخاب دیسک برای ساختن دنای ناقل از پلازمیدی استفاده میشه که دارای ژن مقاومت به آنتیبیوتیک یا اصطلاحاً آمپیسیلینه. به این شکل اگر من بیام آمپیسیلین رو بریزم تو محیط، باکتری های پلازمیددار زنده میمونن ولی بدون پلازمیددار چون حساسن از بین میرن. حل بچه ها. خب تمام، چهار مرحله مهندسی ژنتیک من خلاص، گفتار یک تقریبا تمام شد و احتمالاً یه بخش یه تستی من اینجاست. تا اینجا اگه سوالی هست من در خدمتم. چی داریم بچه ها؟ بچه آره، ببین این که کتاب گفته همه ژن‌های دیسک مستقلن، در واقع ما به دیسک میگیم کروموزوم کمکی، چون ژن‌هایی رو داره که رو DNA اصلی نیست. یعنی قاعدتاً این جمله درسته. میگه لیگاز تو همانندسازی چه نقشی داره؟ لیگاز تو همانندسازی در علم واقعیت نقش داره ولی واسه شما هیچ نقشی نداره. لیگاز فقط در محدوده کنکور سراسری شما تا اونجایی که ژن خارجی رو میاره میچسبونه نقش داره به دی ان ای. خب دیگه سوال چی داریم بچه ها؟ سوال سوالی نیست؟ چسند؟ نه دیگه بچه ها، انتهای چسبنده رو همون دورشته بگیری که یکیش کوتاه‌تر یکیش بلندتر. همشو این شب، کل این فصل رو این شب میگم یاسی. یه چیزی نمونده دیگه، مهمش تموم شد، برگش آبکی ها حفظی ها شد. چهار انتهای چسبنده علی کجا رو داری میگی؟ ناکن انتهای چسبنده ما، وقتی شما اینطوری بهت بگم که رو چی میگی، روی اون DNA خطی که ژن خارجی داره، یکی این سمت داره یکی این سمت داره، وقتی پلازمید از یه جا میبری باز میشه دوباره یکی این سمت یکی این سمت، چهار تا داره که کنار هم قرار میگیرن میشه دو تا جایگاه تشخیص. برداشت شما کی میگه برداشت؟ خب برداشت ما میشه تکرشته، نه دیگه دورشته است بچه، جفتش هست. خب بیایم اینجا، دیسک بعد از اینکه برش داده میشه دو تا انتهای چسبنده داره، یکی این ور یکی اون ور. خب بیایم اینجا، همه بی اینجا، همه بی اینجا، همه بی اینجا. میریم سراغ گفتار دوم راجع مهندسی پروتئین. بچه منظور از مهندسی پروتئین یعنی چی؟ یعنی که اگه من یه پروتئین رو داشته باشم، بیام با یه سری تکنولوژی هایی که شماها نمیدونید چیه، منم راستش رو بخوای نمیدونم چیه، بیایم توالی آمینو اسیدهای پروتئین رو تغییر بدیم به این منظور که اون پروتئین بعد از تغییر توالی آمینو اسیدها یا بعد از تغییر ساختار اول پایدارتر بشه، بتونه در دمای بالاتر به فعالیت خودش ادامه بده، به این میگم مهندسی پروتئین. به این شکل من میتونم ویژگی های پروتئین هامو مطلوب تر کنم. به اینجا ببینم چی میگه، اول تعریفش رو برم بعد بیام مثال هاش رو بشینیم دونه دونه با هم بحث کنم. خب مهندسی پروتئین طبق تعریف چشار و جزوه‌سا میگه ایجاد تغییرات دلخواه در توالی آمینو اسیدهای یک پروتئین. آقا جان رفیق من، وقتی میگه توالی آمینو اسیدهای پروتئین یعنی ساختار چندم اول، به تغییرات دلخواه در ساختار اول پروتئین ها که میتواند به منظور تغییر در ویژگی ها یا بهبود عمل کرده پروتئین باشه میگن چی؟ میگن مهندسی پروتئین. یه سوال، فرق مهندسی پروتئین با مهندسی ژن چیه؟ اینه که ما در مهندسی ژن یا مهندسی ژنتیک دی ان ای رو میآوردیم بیرون، میبردیم میدادیم به یه جاندار دیگه، اینجا میخوام یه پروتئین آماده رو بدون اینکه با ژنش کاری داشته باشم توالی آمینو اسیدهاشو تغییر بدم. بیا اینجا
میگه تغییرات در مهندسی پروتئین میتواند جزئی یا کلی باشه. جزئی یعنی یکی دوتا آمینو اسید تغییر بدم، کلی یعنی تبادلی گونده رو به هم بزنم. تغییر جزئی شامل تغییر در یک رمز یک یا چند آمینو اسید در مقایسه با پروتئین طبیعی است. بگذاریم. میگه از تغییرات و اصلاحات مفید در فرایند مهندسی پروتئین ها میتوان به یک افزایش پایداری پروتئین ها در مقابل گرما، دو در مقابل تغییر pH، سه افزایش سرعت واکنش و چهار افزایش تمایل آنزیم برای اتصال به پیش ماده گفت. یعنی چی؟ نمیدونم. نکنید بچه ها، ما از آنزیم ها فقط تو بدن انسان و تو سلول ها اینا استفاده نمیشه. ما میتونیم از آنزیم ها تو صنعت استفاده کنیم. مثلا از آنزیم آمیلاز میشه در تولید پودر ماشین لباسشو استفاده کرد. از آنزیم آمیلاز میشه در صنایع تولید نساجی، مواد غذایی، شوینده و الی آخر استفاده کرد. حالا یه سوال ازتون دارم. سوالی که دارم اینه، منو ببین، الان همه اینجا حواس منه، اگه من بتونم یه کاری کنم، آنزیم آمیلاز، مثلا آمیلازی که تو بدن ما تو دمای 38 درجه غیر فعال میشه، یک کار کنم این به جای 38 درجه تو 70 درجه غیر فعال شه، چه فایده ای داره؟ خیلی کاربرد داره. بیا ببین، میگه پایداری پروتئین ها به خصوص آنزیم ها در دمای بالا یه سری فواید داره. اینا هدسیان سریع از روش رد میشه. یک، خطر آلودگی میکروبی رو کم میکنه. دو، نیاز به خنک کردن نیست. سه، صرفه اقتصادی داره. چهار، میشه به مدت طولانی تر ازش استفاده کرد. مثلا آمیلازها در بخش های مختلف صنعتی، یک، صنعت نساجی، دو، صنعت غذایی، سه، شوینده ها به کار میره. بیا نکته بعدی، امروزه با کمک روش های زیست فناوری، کدوم مهندسی پروتئینش، طراحی و تولید آمیلازهای مقاوم به گرما دیده شده. میگه در طبیعت نیز آمیلاز مقاوم به گرما وجود داره. مثلا یک سری باکتری های گرما دوست داریم که در کف اقیانوس ها، در چشمه های آب گرم، در دهانه های آتش نشان در کف اقیانوس زندگی میکنن. بررسی کردن دیدن تو اون باکتری ها هم آمیلاز هست و خیلی جالبه اون آمیلاز ها دیگه میتونن تو دمای بالا فعال باشن. اما این داستان فقط مربوط به آمیلاز نیست. این داستان میتونه مربوط به پروتئین هایی باشه که تو بدن انسان هم کاربرد پیدا میکنه. پروتئینی مثل اینترفرون. اینترفرون چیه بچه های گلم؟ اینترفرون رو همه تو میدونی، نوع یک داشت، دو داشت دیگه، ایمنی رو نمیخوایم پا بکشیم وسط چون قبلا گفتم. اگه یادتون باشه اینترفرون، حالا نوع یکش رو بگیم، توسط سلول آلوده به ویروس تولید میشد و باعث میشد که ویروس روی سلول های سالم دیگه اثر نذاره یا نتونه تکثیر بشه. حالا یه چیزی، دانشمندان گفتن که آقا ما میتونیم با مهندسی ژنتیک بیام اینترفرون بسازیم. خب کاربردش چی شد؟ خب خیلی معلومه تو خیلی از بیماری های ویروسی به درد ما میخوره. اومدم با مهندسی ژنتیک اینترفرون رو ساختم. اما یه سوال، آیا مهندسی ژنتیک قسم خورده که دقیق دونه به دونه آمینو اسید ها رو مثل اون چیزی که تو بدن هست در بیاره؟ نه. بر همین اینترفرونی که با مهندسی ژنتیک ساخته شد در مقایسه با پروتئین ها یا اینترفرون طبیعی بدن یکم فعالیتش کمتر بود. گفتن خب مشکل کجاست؟ احتمالاً یک سری پیوند اشتباه تشکیل شد. گفتم اوکی، ما که دیگه نمیتونیم جلوی این پیوند اشتباه رو بگیریم. گفتم بیایم چیکار کنیم؟ بیایم این اینترفرونی که الان از مهندسی ژنتیک به دست اومده ببریم تو مهندسی پروتئین، یه سری تغییرات جزئی در آمینو اسیدهاش ایجاد کنیم جوری که توالی آمینو اسیدهای اینترفرون تغییر کنه تا چیکار کنه؟ علاوه بر این که ویژگی های ضد ویروسی خودش رو داره، در بدن انسان هم پایدار بماند. پس اینترفرونی که من امروزه به عنوان دارو استفاده میکنم، خیلی جالبه، اومدن بررسی کردن توی درمان همین کرونا ویروس جدید هم به کار میره.
ولی خب هنوز تحقیقاتیه. حالا ولش کن. چیزی که اینجا مهمه چیه؟ چیزی که مهمه اینه که خب این اینترفرون چطوری ساخته میشه. اول ژن اینترفرون از بدن انسان در میارن. با مهندسی ژنتیک میدن باکتری میسازه. ولی چون صحتش 100% نیست، جای یه سری از پیوندها به هم ریخته، اون اینترفرونی که میاد از باکتری بیرون یکم فعالیتش نسبت به اینترفرون بدن کمتره. بعد برداشتن اون پروتئین رو مهندسی پروتئین کردن، توالی آمینو اسیدهاشو عوض کردن، جوری که علارغم اینکه فعالیت های ضد ویروسیشو داشت یکم هم در بدن پایدار باقی ماند. بعدش بیان پلازمین. پلازمین رو بگم یه کوچولو استراحت میکنیم. پلازمین چیه؟ من پلازمین رو اسمشو در طول سال احتمالاً یکی دو بار بهتون گفتم. روند انعقاد خون یادتون هست؟ اگرتون باشه توی انعقاد خون هدف از انعقاد خون این بود که لخته تشکیل میشد. یعنی وقتی فرایند انعقاد خون انجام میشد، ته این فرایند منتهی به تشکیل چی میشد؟ لخته. یعنی یه لخته یه گوشه کناری تشکیل میشه. حالا وقتی یه لخته یه گوشه کناری تشکیل میشه، باید لخته همیشه تو بدن بمونه. مثلا الان من زدم پشت این دستم، این یه سری رگا پاره شدن، خونریزی کردن، لخته تولید شد. این لخته تا ابدالدر اینجا باید بمونه؟ نه. یه سری با آنزیم هایی به صورت طبیعی یا پروتئین هایی در به صورت طبیعی در بدن ماها هست به نام پلازمین. کاری که پلازمین میکنه چیه بچه ها؟ میاد لخته هایی که تشکیل شده رو از داخل رگ ها کم کم کوچولو 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 تجزیه میکنه، حل میکنه، حل میکنه، لخته از بین بره تا رگ بازسازی بشه. حالا ما از این ویژگی پلازمین که به صورت طبیعی تو بدن ما هست میتونم بیام یه کار باحال بکنم. آقا سکته قلبی چیه؟ یک لخته خون رفته، یک رگ کرونری یا اکلیلی رو گرفته. سکته مغزی چیه؟ دوباره یه لخته خونی رفته، یک رگ مغزی رو گرفته. حالا من میتونم چیکار کنم؟ میتونم بیام پلازمین رو بردارم واسه خودم درست کنم. هر وقت یک مریضی سکته قلبی، سکته مغزی کرد، تو همون ساعات اولیه سکته، یعنی تا همون جایی که هنوز سلول مغزیش زندن، تا همون جایی که سلول قلبی زندن، این پلازمین رو بزنم داخل رگ‌هاش. بعدن که انشالله دانشجو پزشکی بشین یاد میگیریم به این ترکیب میگن RTPA. حالا مهم نیست. وقتی به مریض TPA میزنن، این TPA میره اون لخته ها رو از داخل اون رگ‌ها باز میکنه، خون رسانی برقرار میشه و عوارض قلبی و مغزی خیلی خیلی کمتری مریض شما تحمل خواهد کرد تا موقعی که سکته کامل خودش رو نشون بده. بیا اینجا رو ببین. میگه تشکیل لخته در سرخ‌رگ‌های شش، مغز و ماهیچه‌های قلب منجر به بسته شدن رگ‌های شش، سکته مغزی و سکته قلبی میشه. میگه لخته‌ها به طور طبیعی در بدن انسان توسط یک آنزیمی تجزیه میشن به نام پلازمین. پلازمین کاربرد درمانی داره، اما یه مشکلی هست. مدت اثرش رو تو پلاسما خیلی کوتاهه. ما میتونیم بیایم چیکار کنیم؟ یک آمینو اسید رو با مهندسی پروتئین در پلازمید با یک آمینو اسید دیگه توالیش رو عوض کنیم، مدت زمان فعالیت پلازمین رو در داخل پلاسما بیشتر کنیم. این باعث میشه اثرات درمانیش بیشتر بشه و به عنوان دارو در سکته قلبی و مغزی ازش استفاده بکنیم. بچه ها بذار یه ساعت ببینم. به ساعت من 8:16 دقیقه است. یه 10 دقیقه استراحت کنیم، یا آبی شما بخورید، منم یه آبی بخورم. 8:25 دقیقه میریم تو قسمت پایانی کار. فعلا یه 10 دقیقه رو بی استراحت کنیم.